جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه علامه ابن فهد حلی قدس سره در شهر مقدس کربلا که برای زیارت عتبات مقدس به کشور ایران آمده بودند، با حضور در شهر مقدس قم و پس از زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله دیدار کردند و از رهنمودهای معظم الله بهره مند شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شیرازی، معظم الله در این دیدار طی سخنانی طلاب و اساتید را به رعایت بیش از پیش ورع و پشتکار برای فتح قله های علم و تقوا توصیه کردند. ایشان افزودند شما در برترین و گرامی ترین نقطه این جهان یعنی شهر مقدس کربلا زندگی می کنید و بدانید که این سرزمین نه تنها بخشی از بهشت بلکه بالاترین و والاترین بخش بهشت است. پس اکنون که توفیق همراه شماست با تمام توان علوم اهل بیت علیهم السلام را فرا گیرید و به آن عمل نمایید تا بتوانید در شمار هدایتگران به سوی راه و مدرسه اهل بیت علیهم السلام باشید. مرجع قدر با اشاره به این موضوع که نفس اماره در یزیدیان و حسینیان وجود داشته فرمودند شمر و حبیب ابن مظاهر هر دو زیر پرچم امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل کوفه بودند، اما حبیب به چه مقامی رسید و عاقبت شمر چه شد؟ چرا که حبیب تعقل کرد ولی شمر سر به فرمان نفس اماره خود سپرد. ایشان افزودند پس بکوشید و با اراده باشید که موفقیت در عزم و تلاش نهفته است و همچنین از قصه زندگانی عالمان گذشته استفاده کنید، چرا که به فرموده قرآن کریم به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است. مرجع قدر سپس به حکایتی معروف که بین شیخ محسن خنفر و شیخ انصاری از علمای بزرگ شیعه رخ داده اشاره کردم و افزودند پس هر یک از شما می توانید پرهیزکارترین و خداپرواترین باشد به شرط آنکه با توکل به خدا و یاری طلبیدن از اهل بیت علیهم السلام تصمیم بگیرد و در این راه ثابت قدم باشد. معظم الله در پایان از خدای منان برای طلاب و اساتید موفقیت بیش از پیش در راه رسیدن به رتبه های بالاتر از علم و تقوا را خواستار شدند.